کامل قسمت کنترل پانل و بعدن اپیرنس اند تایمز. قبلا ما شما خوانده بودیم چطور میتونیم در قسمت تاسکبار و استارت منو یک تغییرات را درج کنیم. امروز میایم در قسمت دیسپلی. دیسپلی هدف ما این است هر دو خواسته باشیم بالای دسکتاپ کامپیوتر یا بک‌گراند ما یک تغییرات بریم. پس در صورت از دیسپلی میتونیم که یک تغییرات یا یک نظم برقرار بسازیم. میایم در قسمت دیسپلی و بعدا ما در این قسمت داریم 5 تاب کنترل: themes, desktop, screen saver, appearance و setting. در حقیقت جای اصلی به صلاح تنظیم ساختن دسکتاپ در کجاست؟ در کنترل پنل. اما با اساس شارتکت از کجا استفاده کرده میتونیم رایت کلیک پراپرتیز و بعدا ما با اساس شارتکت میتونیم از این قسمت استفاده کنیم. و ما میایم در قسمت themes. پس توسط themes میتونیم از انواع مثلا دیزاین های خود مثلا themes ها استفاده کنیم. اگر ما بگوییم به صلاح ویندوز کلاسیک، پس به شکل کلاسیک بس چطور تطبیقش کنم؟ دیزاینش به این شکل است. پس بخواییم تطبیقش کنم بالای صفحه ویندوز اپلای و با میساز به کدام شکل شد؟ کلاسیک. بالای تمام تمسا تغییرات هم اگر بخواییم پس تغییر بتونم فقط میگم در این قسمت میگم ویندوز ایکس پی و با میساز سکنی شکلش برای مویجه نشان داد و بعد من بخواییم تطبیقش کنم اپلای. و با می اساس بعدا ما در این قسمت داریم More Themes Online. در صورتی که اینترنت کنکت باشه بالای More Themes Online کلیک کرده و بعدا مستقیم داخل سایت انواع themes ها میتونیم شویم. پس از اون قسمت اینترنت میتونیم که دانلود کنیم انواع themes هاست که به اساس در صورتی که اینترنت کنکت باشه براوز. هرگاه خواسته باشیم به اساس مثلا از کدام سیدی در داخل کدام درایو مثلا ما میتونیم که یعنی از themes ها ما میتونیم که از بعضی سیدی ها استفاده کنیم، یعنی سافتویرشون هستن، یعنی سافتویرش در قسمت یک درایو ما قبلا از سی دی سیف کردیم و مستقیم در صورت فعلا خو نداریم، در صورت که سیف کردگی باشیم. مثلا طور مثال میایم در مای کامپیوتر در درایو دی ثبت کردیم از یک سی دی، پس اونمو به صلاح فولدرش اوپن کرده و بعدا عمود ثمس اوپن میکنیم و میتونیم که سریقه از یعنی هدف شخص رسیدیم، یعنی از سی دی در فولدر درایو ما در ثبت میکنیم و بعدا دوباره از براوزر میتونیم که استفاده کنیم. و بعدا میایم در این قسمت ما داریم دسکتاپ. ارگه خواسته باشیم اینمی پکچر اک فعلا در دسکتاپ است تغییر بده، مستقیم میایم در قسمت دسکتاپ و بعد اینجا داریم بک‌گراند. در قسمت بک‌گراند جنوای پکچر ها ما داریم، یعنی بلتن خود سیستم است، مثلا میگم به این شکل باشه، به این شکل باشه، پس شکل های مختلف است و مثلا ما میایم میخوایم به این شکل یک پکچر را درج کنم و بخوایم تطبیقش کنم میگم اپلای. پکچر چی شد؟ به این شکل درج شد. و بعد هدف ما میایم ای است که چطور میتونیم یک پکچر به انتخاب خود در دسکتاپ درج کنیم. میایم میگیم براوز و بعدا مثلا چون از اینکه پکچرهای ما برای ما معلوم میباشه در کدام درایو و در کدام فولدر است، میایم مثلا میگم از مای داکومنت از مای پکچر. حال فعلا من نمیفهمم وینتر کدام پکچر است. پس چطور مطابقت پکچر بتار میدم؟ میایم در قسمت ویو چی دارم اینجا مثلا ثم نرس انتخاب میکنم، منوای پکچر رو میتونم ایده میکنم به این شکل پکچر رو درش کنم. یعنی هدف ما از این قسمت ما میخوایم یک پکچر خود در دسکتاپ درش کنم، یعنی پس انوای پکچر هایی هست که ما میتونم انتخاب خود استفاده کنم از طریق براوز. پکچر که درش شد بعدا نپره اون شکل پکچر درش شد. و بعد اینجا داریم پوزیشن. در پوزیشن در کدام حالت ها میتونیم استفاده کنیم؟ در صورتی که اگر یک پکچر سایزش مثلا خرد باشه پس در صورت از پوزیشن میتونیم استفاده کنیم. اول میایم یک پکچر رو درج میکنیم که سایزش خرد باشه مثلا این پکچر انتخاب میکنم و بعدا اپلای. در صورت که اگر در قسمت پوزیشن بگویم سنتر، سنتر کدام شکل پکچر نشون میده؟ این یعنی شکل استاندارد پکچر ماست، یعنی سایزش امکان داره 1.5 برای 2 اینچ باشه. پس در صورت نمیتونم از این قسمت از پوزیشن استفاده کنم. اگر سنتر بگویم سنتر اونم اکثر نشون داد یعنی استاندارد است. سعی کنین اگر ما یک سبب بگویم سنتر، خوب متوجه؟ مثلا این یک سبب اپلای میکنم، اگر ما اینو بگویم سنتر رو ببینیم، یا مثلا اگر ما ایره باش سایزش ایچ را سنتر نشد به خاطر که سایز کلام است، یعنی در صورت از پوزیشن استفاده کرده میتونیم که سایزش پکچر ما خورد باشه. پس در صورت میتونیم از این قسمت استفاده کنیم. خب اینال در صورت که اگر ما در این قسمت بگویم سنتر
پکچر یعنی استاندارد پکچر ما به این سایز است. اگر ما بیایم در این قسمت بگویم مثلا تایل اینمی یک عکس به اصطلاح فت میسازد می خوده، یعنی چندین دانه میسازد، من تو هدف از این تایلی است که یعنی اینمی از یک پکچر کل بکگراند ما را پر بسازد. پس در صورتی که ما تایل انتخاب کنم اپلای سیکن، این زمین چند دانه به اصطلاح کپی شده، متوجه هستین؟ اون یک تقسیم چندین دانه شد بخاطر که بکگراند ما، اگر ما دیجا استرچ به اصطلاح بگیم استرچ در حقیقت خودش یک چیز را ما کش کنیم کو کش بده، متوجه هستین؟ پس اون استرچ اینمی یک پکچر که مثلا قبلا ما داشتیم سنتر، این زمین اینمی یک پکچر استرچ میکنه یعنی کشش میکنه. پس در صورت باز در استرچ اگر استفاده کنیم باز کالاتی خود عدس میده، استرچ فقط ام یک پکچر است مونتا کالاتی خود عدس داد، سه کالاتی یعنی خاصیت رنگ خود عدس داد. پس به این اساس ما از استرچ میتونیم استفاده کنیم. و اگر ما بخوایم از کالر در کدام صورت، حالا فعلا ما میخوایم که رنگ بکگراند ما آبی باشه اپلای کنم آبی، ببینیم که میشه. خب چرا آبی نشد؟ به خاطر که ما اینجا عکس داریم، اولا در قسمت بکگراند چی میگیم؟ یعنی پکچر نباشه نان، و بعدا میخوایم که از این قسمت یک رنگ بخوام، میام رنگ بکگراند به این شکل اپلای میکنم، در صورتی که بکگراند نان میگیرم و اینجا میتونم که از کالر استفاده کنم، در صورتی که نان باشه نال میتونم از رنگ استفاده کنم. و بعد اینجا داریم کاستماایز دسکتاپ، ما یکی داریم مای داکومنت، یکی مای کامپیوتر که در حقیقت مای داکومنت و مای کامپیوتر که هست سیستم فولدر یاد میشه. ما میخواییم که بعض وقتا در بعض کامپیوتر مای داکومنت و مای کامپیوتر نمی باشه، پس چطور بیارمش؟ پس بالای سفر رایت کلک پراپرتیز و بعد هم میریم در قسمت دسکتاپ کستمایز. اگر بخواییم مای داکومنت و مای کامپیوتر نباشه انتک اوکی اپلای، حالا نیست. این حال در بعض کامپیوتر ما میریم میبینیم که مثلا مای داکومنت و مای کامپیوتر نمی باشه، پس در صورت میتونیم دوباره از قسمت دسکتاپ کاستماایز دسکتاپ پاس مای کامپیوتر مای داکومنت مای نتور پلیس اگر بخوایم باشه، اینترنت اکسپلورر بخوایم باشه تکش میکنیم اوکی اپلای. به می شکل پاس ظاهر شد مای داکومنت مای کامپیوتر نتور پلیس صفحه اینترنت، و بخوایم چون از صفحه اینترنت و نتور استفاده نمیکنم من تکش میکنم. و بعد انا دفعه میش تو میتونم که آیکن های زیرا چنج کنم، یعنی اینی فعلا اینی به شکل تلویزیون است به دیگه شکل، فقط بالای مای کامپیوتر آمده میگم چنج آیکن، مثلا میگم به این شکل باشه اوکی، به این شکل مای کامپیوتر ما آیکنش تغییر کرد. اگر بریم در قسمت دسکتاپ پس بالای مای کامپیوتر بگیم چنج آیکن، میگم به این شکل باشه یا به این شکل یا مثلا به این شکل، پس شکل های مختلفش هست میتونیم استفاده کنیم. و اگر پس بیایم در قسمت بالایش کلیک کرده بگیم رستور به صلاح دیفولت، پس به شکل استاندارد به می اساس تا آخر میتونیم بالای آیکنایش یک تغییرات را درج کنیم. و بعدا ما در این قسمت داریم اسکرین سیور، هدف ما از قسمت اسکرین سیور چی است؟ اولا باید از بفهمیم که توسط اسکرین سیور کدام کارا را ما میتونیم انجام بدیم، آیا به اساس دیزاین یا کدام کاربرد خاص هم داره. هرگاه خواسته باشیم از اسکرین سیور استفاده کنیم پس در صورت میتونیم استفاده کنیم، مثلا این می اسکرین سیور دقیق باشین به خاطر که یک ذره کاربرد خاص را داره. چند صفحه داریم؟ 14 صفحه. اینال در حقیقت فکر کن که ما بالا یک پروژه کار میکنیم، طور مثال است که برتون میتم که مثلا امکان داره که همین پروژه $1,000,000 باشه، پس اینال رئیس دفتر بالای این پروژه کار میکنه، دفتر یک نفر با ملاقات میه، اینال میگیم در صورتی که در ملاقات باید چون از این نمیتونه دفتر این رسیف کنه، رئیس دفتر که جانب مقابل مثلا مصروف میشه، چطور کنیم که این مطبیعت فایل ما رو کسی ندانه؟ امکان داره که متامیات فایل خم میتونم مینیمایزم کنم، اما امکان داره در دسکتاپ بعض فایل ها باشه به نام خودم و پروژه، متوجه هستین؟ پس در صورتی که من متامیات فایل ما کس نبینه چی استفاده میکنم؟ از اسکرین سیور. ما در قسمت اسکرین سیور انواع اسکرین سیور داریم، مثلا به این شکل انواعش هست. اگر ما بیایم مثلا از قسمت 3D تکست استفاده کنم مثلا به این شکل میتونم استفاده کنم. میایم ستینگ، در قسمت ستینگ میتونم نام را درج کنم، میایم مثلا در قسمت کستم تکست نشته میکنم افغان آیتی و بعدا اوکی. این حالا ما چطور امیره بتانم، یعنی قبل از اینکه من ده دقیقه ما بیشنم منتظر تو بیایی چی میگمش؟ پریویو.
یعنی بدون از اینکه ماوس تکان بتم، فقط بالاش کلک میکنم ماوس تکان نمیتم، به شکل پریویو برام ظاهر میشه. اینال در حقیقت فکر کو رئیس دفتر کته یک نفر ملاقات داره، اما ای برش ظاهر شد. اینال هدف از این بساسی هم یک دیزاین است، اما کاربردش به اساس از اینکه متاویات فایل ما رو چی کنه پنهان کنه. اینال نه دسکتاپ که زیده میتونه نه فایل ما. اینال در صورتی که اگر پس ماوس تکان متم داخل سیستم میشم و به می اساس بعد نشه داریم مثلا مارکیو در قسمت مارکیو میخوایم نام دفتر نشته کنم، در ستنگش میایم مثلا اینجا نشته میکنم افغان آی تی انستیتیوت و زمانی که اگر ما اینجا مثلا بگویم سلو اینجا برای ما دیزاینش نشان میده، اگر بگویم فست یعنی تستر شد، اگر وسط برم نرمال فعلا سنتر یعنی فعلا در قسمت سنتر موقع در سکن زمانی که اوکی یعنی پریویو میخوایم که چه رقم انجام شده، فقط در پریویو سکن فعلا کجا موقع داره سنتر. اگر ما در قسمت ستنگ بیاییم در قسمت بگوییم مثلا رندم، پسی در ازر جایی که مثلا از قسمت باتم تاپ سنتر پس میتونه که کار انجام بدم و ما سنتر انتخاب میکنم، میتونم رنگ بگراندش بگوییم به این شکل باشه و بیاییم در قسمت فارمت تکس میگم رنگ نشتهش هم مثلا به این شکل خواستم ریرقه خب رندم انتخاب میکنم، قبلا چی بود؟ سنتر. اینال در صورت که اوکی کنم و بعدا پرویسه کنم، هم از این قسمت می هم از بالا هم از پایین یعنی از هر نقطه برای ما شو میشه. اینال ما اساس تغییر میکنه جایش از پایین بالا به می اساس ما میتونیم از رندم استفاده کنیم پایین تر شد متوجه سی و به می اساس پس زمان بخواییم که اوکی کنم اپلای میکنمش. اینال باز میاییم بعدا بالای ببینید یا چطور میتونم یعنی پیکچرهایی که به انتخاب خود میتونم از اینجا انتخاب کنم. اسکرین سیور بعد بسیار چیزایش به شکل ایجاد کردگی است، یعنی چیزایش ما کار میکنم خودم چطور انجام میدیم می کارو بالاش اینجا داره مای پیکچر سلاید شو در حقیقت توسط پیکچر سلاید شو میتونیم که پیکچرهایی که انتخاب خود ماست شو شو. پس میایم در قسمت و بعدا میایم در قسمت ستینگ. در قسمت ستینگ اینال اولا شما باید است یک داکومنت یک فولدر داشته باشین که پیکچرهای مدو باشه، مثلا از مای پیکچر معنی پیکچر می خواهیم کپی کنم در این دسکتاپ. خب فعلا امی پیکچر هایی که مثلا به انتخاب خودم از کجا هست در این دسکتاپ میایم در قسمت ستینگ و بعدا براوز. در قسمت براوز پیکچر ما در کجا بود؟ در دسکتاپ. میایم در اینجا به نام چی هستم؟ سمپل پیکچر. سمپل پیکچر جاست یعنی سمپل پیکچر. با می اساس نی فولدر اینال باز ما نمیتونیم که یک دونه عکس انتخاب کنیم. در نو فولدر هر چقدر عکس باشه کلش شو میکنه. بالا این نی فولدر بریم داریم نی فولدر اگه 100 قطعه عکس باشه 100 قطعه عکس برام شو میکنه. بعدن اوکی اگر بریم در این قسمت مثلا ما داریم مور و لس میگم اینجا فعلا 6 ثانیه است، میگم هر پیکچر یعنی برای 22 ثانیه بعد 22 ثانیه بعد بازیگیش تغییر بخوره و با می اساس ما میتونیم از اینجا به صلاح وقتشه و بیاییم 6%. اینجا داریم smaller and larger تا کدام سایز نشان بده، یعنی تا چند فیصد فعلا تا 90% است. میتونم بگویم می 100% رو نشان بده، یعنی چیزی که استاندارد عکس است و میتونم فیصدیش رو کم کنم، یعنی به اساس زوم این چقدر برام شو کنه و بعدا توسط براوس میتونم که پیکچر رو تغییر بدم و بعدا اینجا داریم استرچ اسمال پیکچر. استرچ اسمال پیکچر چی میکنه؟ پیکچرایی که اگر خرد باشه اون استرچ میکنه، یعنی کلانش میسازه.
شو فایل نیم اگر پکچر ما هر نام داشته باشی یا آپشن تک کنیم در اسکرین سیور هم نام پکچر ما را ان شاء الله برتون واضح سنین پس در صورت که آپشن تک باشه نام پکچر هم نشان میده یوز ترانزیشن افکت بیتوین پکچر میگم در بین هر پکچر یا اگر اکاتم باشه مثلا به این شکل فعلا این آپشن تک است پکچر شو شد همین پکچر که داخل ازی بود حالا که ما بخویم که خودم ببینمش یک بار چطور اومده پرویو میکنمش اینی اگر اکاتم باشه متوجه هستین و به می اساس اینه بعد از این 6 ثانیه بعد یعنی تا 6 ثانیه باقی میمونه دیگه پکچر چنج میشه متوجه هستین این حال در صورت که هرگاه خواسته باشه مثلا وظیفه وید دیگه قسمت چی هسته میگم وید یعنی انتظار بکش چطور انتظار بکش میگم یک دقیقه در صورت که اگر بالای ماوس و کیبورد ما تچ نکدم این همین مطبیات اوتوماتیک ظاهر شده یعنی با اساس رئیس دفتر که تا جانم مقابل گپ میزنه اما بالا یک پروژه $1,000,000 هم کار میکرد این حالی تاک سلام علیکی میکنه یک دقیقه میگذره کمی بدون از این خود چون از این که مصروف از دیگه وقتی که مصروف باشه در صورت که بالای ماوس و کیبورد تش نکنیم اوتوماتیک یک دقیقه بعد اسکرین سیور به شکل اوتوماتیک در صورت که آمد پس جانم مقابل نمیفهمه مطبیعت فایل ما که چی بود صحیح سنه و بعدا میتونیم که توسط وید وقت انتخاب کنیم یعنی بعد از 10 دقیقه 8 دقیقه مربوط به خود ماست مثلا 8 دقیقه یعنی 8 دقیقه به این مونه در صورتی که اگر 8 دقیقه این حالا ما کامپیوتر اعلام میمونم عادی است تا 8 دقیقه به می شکل کل سیستم شوسته همین 8 دقیقه بعد اتوماتیک در صورتی که بالای ماوس و کیبورد تاش نکنیم چی میشه اسکرین سیور داخل میشه و چیز زیاد ضروری آن ریزمی پاسورد پروتکت در صورتی که این آپشن تک نباشه مثلا 1 دقیقه بعد اسکرین سیور برام ظاهر میشه اما اگر حالا ما فعلا بس شکل پریویو برات نشون میدم فکر کنم کلا یک دقیقه گذشت اسکرین سیور برام به این شکل ظاهر شد اینا اگر یک نفر بخواد که به اصطلاح پس داخل سیستم شبکه این ماوس پس تکان بده داخل سیستم میشه اینا رو چطور کنیم که در صورتی که اگر مثلا یک شخص می پریویو پس اگر ماوس تکان بده کدام قسمت به از پیش پسورد پرسان کنه که این ماوس تکان بده پس پسورد پرسان کنه چرا که امکان داره مثلا رئیس دفتر یک جای میره میشه چون از یک بالای پروژه بسیار مثلا عالی کار میکرد پس میگم در صورتی که اگر کس ماوس تکان داد میخوای به اساس مخالفت یک فایل دوزی کنه پس که می تکان داد ازش پسورد پرسن کو پس دوست را چیره تک میکنیم آن ریزمی پسورد پروتکت پس در صورتی که آپشن تک باشه که ماوس تکان بده مستقیم از پیش ما پسورد پرسن میکنه اگر آپشن تک نباشه که هر کس ماوس تکان بده داخل سیستم پس فایل میشه و بعد ما دیگه قسمت داریم پاور خب قبل از اینکه در قسمت پاور بیم این حال در حقیقت بعض وقتا امی اسکرین سیور مزاحمت به این میکنه مثلا اید نمیخوایم که یعنی اسکرین سیور ظاهر شد اگر 10 ساعتم چالان باشه پس در قسمت اسکرین سیور چی میگم؟ نه انتخاب میکنم در صورت که اپلای کنم دیگه باز اسکرین سیور ظاهر نمیشه و بعد هم داریم اینجا پاور پاور را در کجا میخوانیم میایم در قسمت کنترل پانل و بعدا پرفارمنس اند مینتیننس ما اینجا داریم پاور آپشن که بسیار باز گپ مهم است خب به می اساس می پاور آپشن رو میخونیم به خاطر که الفی هم فعلا اما به اساس شارکت از کجا استفاده کرده میتونیم اسکرین سیور پاور چی داریم پاور آپشن پراپرتیز این حالا اما برای ما از شارکت کرده جای عمده و اساسیش مهم است متوجه هستین که جای عمده و اساسیش فقط در کجاست کنترل پانل پرفورمنس اند مینتیننس و اینجا ما داریم پاور آپشن در قسمت پاور آپشن که بیایم داریم پاور آپشن پراپرتیز این حالا میایم دیگه قسمت که پاور آپشن چی کار انجام میده بیایم از قسمت شارکتش ما در قسمت پاور میخوانیم مثلا پاور اسکیم ادوانس و هایبرنیتر میایم در قسمت پاور اسکیم فعلا به اصطلاح لپتاپ از ما نیست چی هست؟ آفیس دسکس یعنی دسکتاپ هست و به می اساس بعد داریم دیگه قسمت ترن آف مانیتور اگر ما بخوایم یعنی در صورتی که همیل اگر کنم لپتاپ کنم کنم باز ما سیو از به خاطر استفاده میکنیم که یعنی نمیره سیوش کنم لپتاپ رو که من انتخاب میکنم اما یا به شکل استاندارد ست میشه چون که دسکتاپ است از لپتاپ ست است و به می اساس بعدا میایم دیگه قسمت ترن آف مانیتور ما از یک دقیقه داریم تا 5 ثانیه و آخر هم داریم نیوه ما مثلا میگم یک دقیقه میگم یک دقیقه اگر مثلا بالای ماوس و کیبورد تچ نکردم اتوماتیک سیستم چالان باشه تنها مانیتور گل شود چرا مانیتور تنها گل شود که یک مثال بسیار رادی براتون دیگه قسمت میتونم بسیار هم تو یک مثال ساده مثلا بعضی شبا بعضی کسا عادت داره که موسیقی بشنوه در کمپیوتر متوجه سی اما نمیخوای بالای کمپیوتر کار کنه سرعت باشه در جایی که سرعت است موسیقی را سریخ کمپیوتر بشنوه منال در حقیقت انمی مانیتور امیروشنیش یک ذره مزاحمت میکنه میگم یک دقیقه ست میکنم اپلای موسیقی را مگرم پلی میمونم
در جایی که مثلا استراحت کنی یک دقیقه باشی میشه مانیتور خاموش میشه، یعنی آف میشه، گل میشه، اما سیستم چالان است، خواندنت گل نمیشه، چرا که خواندن در سیستم ماست. متوجه هستی؟ مانیتور خراب داشته میست که سوش برام آوت میکنه، شو میکنه، اما موزیک در سیستم پلیسه، مانیتور خود آف میکنه. و پس ما میتونم تایم شدید انتخاب کنم از یک دقیقه تا 5 ساعت. اگر بخوایم کار انجام نشه، نه یعنی پس کار انجام نمیشه. و بعدا داریم ترن آف هارد دیسک. در صورتی که از ترن آف هارد دیسک استفاده کنم، از 3 دقیقه تا 5 ساعت میتونم وقت میگم 3 دقیقه اگر ما بالای سیستم هیچ تاش نکردم. یعنی باز در صورتی که اگر از ترن آف هارد دیسک استفاده کنیم، نمیتونیم که موسیقی آموز بشنویم. یعنی در صورتی که اگر 3 دقیقه بعد از 3 دقیقه اگر ما بالای کامپیوتر تاش نکردم هارد دیسک، همین فعالیتی که داره آف شود. که باز در صورت ما میتونم که بگویم بعد از یک دقیقه مانیتور آف شود، یعنی یک دقیقه اگر یک دقیقه بعد باز هم تاش نکردم 3 دقیقه بعد چی شود؟ هارد دیسک ما آف کنه، یعنی فشار نباید که بالا شو خود، یعنی ریلکس، یعنی آرام بسازه خلاص. و به می اساس میتونم که در صورتی که باز بالا سیستم کار نکنم، یعنی باز هم دیگه اجزای سیستم باز فعال میمونه. و بعدن چطور میتونم از دیگه اجزا استفاده کنم؟ سیستم استند بای. استند بای میتونیم از یک دقیقه تا 5 ساعت انتخاب کنیم. اینا اگر میگم مثلا بعد از 5 دقیقه که بالای کامپیوتر متاش نکردم سیستم استند بای شکل را به خود میگیرم. مثلا اینجا ما یک فایل اوپن است، خب متوجه باش 14 ورقه ما تایپ کردیم. میگم اگر متاش نکردم یک دقیقه بعد مانیتور گل شود، باز که تاش نکردم عین زمان 3 دقیقه بعد هارد دیسک آف شود، باز اگر تاش نکردی 5 دقیقه بعد چی میشه؟ سیستم استند بای شکل را به خود میگیره که سیستم شکل یعنی مجموعیش خاموش میشه، اما باز فایل ما از بین نمیره داخلش، در صورتی که ساکت برقش نبره. یعنی باز در صورت که اگر پس که ماوس تکان میتیم رقم اسکرین سیور وره، شکل گل به خود میگیره که ماوس تکان میتیم باز داخل سیستم میشه، بازو در مجموع زگه مانیتور است، زنده اجزای خود پی سی است، کلش چی میشه؟ مثلا آف میشه. اما در صورتی که فایل ما میانه اینی جهسته 14 صفحه هم نشته کرده، ای از بین نمیره، سیو هم نشده این فایل، یعنی در اینجا باقی میمونه در صورتی که برقش از بین نره. اگر برقش بکشیم پس از بین رفته. پس در صورت میتونیم از این استفاده کنیم. متوجه هستین؟ پس ماوس تکان بدیم داخل سیستم براحتی میتونیم شده. اگر پس بگیم نه، پس یعنی هیچ کار را انجام نمیده. و بعدا میریم در قسمت ادوانس. ما داریم در قسمت آپشن، اگر بگیم always show icon on the taskbar، در صورتی که آپشن را تک کنم یک آیکنش اینجا درج میشه. سکنین زمانی که می اپلای کنم آیکن درج شد، یعنی حاجت از این نیست ما برم در پراپرتیز مستقیم بالای زمین آپشن می آن ای سی پاور که دبل کلک کنم بالای نمو پراپرتیز میره پاور آپشن پراپرتیز، و به اساس یک سولت ای آیکنش درج میکنم. اگر انت کنیم درج نمیشه. پرامپت فور پاسورد ون کامپیوتر ریزوم فرام استند بای. میگه مثلا دوباره که از استند بای برمیگرده، یعنی تاری... یعنی گفتم اگر ما استند بای بسازیم که ماوس تکان میدی پس داخل سیستم میشه، اگه آپشن تک باشه چی رزید پرسون میکنه؟ پاسورد، یعنی تا اینی اندازه باز پیش می تا اینی قسمت متوجه سی. پس دینی می اندازه مجبور میشه که بعد از استند بای کنم کس دیگه به ماوس تکون بده. متوجه سی؟ به می اساس می پاسورد پرسون بعد از استند بای که بر... یعنی کیجه ما استند بای انتخاب کنم پایین نقبات که ماوس کس تکون بده پاسورد ازش پرسون که اگه بهم قسمت ادوانس پس یا آپشن انت باشه باز پاسورد پرسون نمیکنه مستقیم داخل سیستم میشه. و بعدا داریم پاور بتن. پاور بتن در حقیقت کجا موقعیت داره؟ در این قسمت خود کیبورد موقعیت داره که در مالتی مثلا مالتی میدیا کیبورد هست. متوجه هستین که یک بتن هست، اینجا در سر بتن هست پاور، فعلا هیچ دیگه کیبورد نیست. هدف ما از پاور بتن چی هست؟ When I press the power button on my computer، میگه زمانی که ما پاور بتن رو فشار دارم یا پرس کردم چی شوه؟ اگر اینجا بیایم بگویم do nothing، هیچ کار انجام نده. اگر یعنی در صورتی که از در کیبوردم پاور بتن رو پرس کنم کدام کارا انجام شوه؟ اگر اینجا بیایم بگویم ask me what to do، میگم زمانی که پاور بتن پرس کردم از ما پرسان کنه چی میخوای، چی رو پرسان میکنه؟ اینی حالته کمی پاور بتن که این فشار بتا موجود تزی نیست که دوجا برم، اینی حالت خودش ظاهر میشه. می در حقیقت یک پرسان کردن چی میخوای، میگه چی میخوای، ریستارت ترن آف یا استند بای. متوجه هستی این یک پرسان شد یعنی؟ یعنی در صورتی که پاور بتن فشار بدی اون می حالت برات ظاهر میشه. و اگر میگم در صورتی که پاور بتن پرس کردم چی شوه؟ استند بای گفتم شکل را به خود میگیره، مثلا یک فایل است چون از اینکه اگر رسد تونیم در دقیقه وقت در بر میگیره. طور مثال آجل میگم پاور بتن فشار میتم استند بای شوه، فایل سیو هم نشده باقی بان بالای کامپیوتر میشه که تا جای تا 20 دقیقه پس بگیر. و میگم در صورتی که اگر پاور بتن فشار دادم مستقیم شده میشه، یعنی بساس شارکت میتونیم از پاور بتن استفاده کنیم، یعنی حاجت از این نباشه که بیایید اینجا
بگی مثلا استند بای یا ترون آف سکه یک ذره پسی که اگر دفتان یک نفر کار میشه آجل پاور بطن فشار بده میتونی خودت میتونی شاداون رو انتخاب کنی یا استند بای و اگر بگیم دو نتنگ ایش کار رو انجام نمیتن این حال ما شما در قسمت استند بای قبلا خواندیم که چطور مثلا اگر فایل ما ثبت نشده باشه استند بای کنیم فایل ما از بین نمیره اما در صورت چی؟ برق نره یعنی برق ساکت برقش نکشیم این حال خیلی چطور کنیم که اگر ساکت برق هم برای اینی فایل بالای اینی تزبار باقی با ثبت هم نشده پس در او صورت چی استفاده میکنیم؟ آیبرنت بریم در قسمت آیبرنت در قسمت آیبرنت یعنی در استند بای هدفش چی هست که اگر ساکت کشیدی فایلت از بین فایل ما سیف نشده اما آیبرنت است که مثلا در دفتر ما کار میکنم بالای مثلا بعضی پروگرام های دیزاینینگ مثلا اتوکد است او را اگر ثبت کنی مثل فایل ورد آفیس یا خود دو ثانیه ثبت میشه او امکان داره 10 دقیقه 20 دقیقه در بر بگیره دفتر تر رئیس دفتر میخواد او فایل تام سیف نکنی اگر او ثبت کنی 20 دقیقه در بر میگیره چطور کنی فایل ما ثبت نشده و اگر گلم شه ساکت هم بکش فایل بالا کامپیوتر باقی مانه باز دو صورت تشخیص فاده میکنیم از آیبرنت میایم اینیبل میسازیم آیبرنت در صورتی که اینیبل ساختیم فعلا نیجا ما داریم آیبرنت فعلا نداریم میایم دیگه قسمتی را تک میسازیم و بعدا اپلای اپلای ساختیم پاور اسکیم اینجا آیبرنت چی شد؟ زیاد شد این حال میایم در صورتی که یک دقیقه اگر ما بالای کامپیوتر تچ نکدم چی شده؟ مثلا به شکل اوتوماتیک آیبرنت شده یک دقیقه بود اگر هر چقدر فایلم ثبت هم نشده باقی بانه کسی اگر برخشم کشید پروا نداره ای به اساس است این حال خشت تو میتونم که خودم به انتخاب خود آیبرنت کنم مثل که ما دیجا داریم چی؟ استند بای میتونم بعد از یک دقیقه انتخاب کنم اما خودم به انتخاب خود از کجا میتونم؟ یعنی دفتن کار انجام بتم میتونم که نیجه بایم بگیم استند بای این حال آیبرنت ها چطور میتونیم که به انتخاب خود مستقیم بگیم آیبرنت شد بدون از اینکه وقت ما این بسازیم پس در او صورت آیبرنت اک فعال ساختیم بعدا اپلای اوکی میریم در قسمت استارت کنترل پانل اینم یک ذره دقیق است فعلا شاداون و کدام مثلا شاداون چی داریم ریستارت ترن آف استم میخوایم که آیبرنت تو دیگه درش کنم پس میایم در قسمت یوزر اکاونتس و بعدا در این قسمت ما داریم چند دو یوزرز لاگ آن اور ما این دو آپشن انتک میکنیم اینجا داریم یوز فاست یوزر سویچن اگر این انتک باشه چی میشه فعلا در قسمت لاگ آف چی داریم سویچ یوزر بازی رو میخوانیم که چی میکنه متوجه هستین این حال یعنی شرط ما در فعال ساختن آیبرنت است که باید تصویر غیر فعال کنیم سویچ یوزر اگر ما بیایم این آپشن انتک کنم و بعد داریم یوز ویلکم اسکرین اینجا چی داریم ویلکم اسکرین به این معنی که چه یوزر داشته باشه اینجا برامون نشون میده یعنی شرط ما در فعال غیر فعال ساختن ای است و سویچ یوزر کی دو تا غیر فعال شه باز آیبرنت برام فعال میشه این حال اینو میایم غیر فعال میکنم این حال در صورتی که بگویم یوز ویلکم اسکرین فعلا فعال بود اینو بند کنم غیر فعال میشه و بعدا میگم اپلای آپشنز کلوز این حال بیایم ببینیم سویچ است تنها چی هست لاگ آف یعنی و به می اساس اگر ما سلاش کنم ویلکم اسکرین است فشار ویلکم اسکرین آمد یعنی کل یوزر به ذال به اساس توسط یوزر نیم نام یوزر هر چه یوزر باشه میشه نامش نشته میکنیم اونجا کلش برام ظاهر نمیشه چرا که ویلکم اسکرین غیر فعال شد و به می اساس میایم اینال در قسمت ترن آف تغییرات آمده نه به شکل لیست شد اینال ایجا چیست؟ آیبرنت اینال آیبرنت چطور در ایجا آمده؟ پس ایجا در صورت می ایجا چی باشه؟ تک باشه یعنی اینیبل باشه اگر در قسمت پاور اگر ایجا مثلا اینیبل باشه مثلا آیبرنت اگر ایجا غیر فعال کنیم سعی کنیم نه در ایجا است بساس وقت و نه میایم در قسمت ترن آف است حالا آیبرنت نیست پس یعنی شرط آوردن ما دو جه که یا هم یعنی غیر یعنی فعال باشه نیبل باشه این تک کرده اپلای اوکی. و دوباره اوکی این حال اینجا چی شد آیبرنت هم میتونیم بانتخاب خود آیبرنت کنیم این حال پس ما میخواییم که یک مثال را واضح بسازم که مثلا فعلا این فایل ثبت شده 14 صفحه ما مثلا انتری شده این حال در حقیقت ما گفتم که یا خود سیو میشه فایل های مثلا دیزاینینگ هسته مثلا ادا پریمیر است که در تلویزیون طلوع می ویدیو را دیزاین میکنه اونو فایل های گرافیک است که بازو کم از نیم ساعت یک ساعت و سیف نمیشه
فایلش فهمیدی و اگر رفتن رئیس دفتر میخوای باز مثلا ما را میخوای میتونیم که فایل ما هم ثبت نشده و کامپیوتر هم چالان مانده نمیتونی چرا که بسیار گپ مهم است متوجه سی پس او صورت مثلا یا ما در صفحه اکسل ما فعلا در ورد اکسل برتون مثال میدم مثلا در صفحه اکسل این نقه محاسبه ها را ما پیش بردیم طور مثال یعنی محاسبه هاست که ما در این قسمت پیش بردیم و بعدا این هم سیف نمی کنم این حال ایرای برنت می کنیم ما ببینیم که نتیجه نیت یعنی